آقای فولادوند بفرمایید. بعد از صحبت کردن دو تا جوان نمیدونم این پیر جوان چه برای گفتن دارد. جوانتر میشود. من امروز واقعا لبریز از فخر، چون در مکانی استادم که مکانی فاخره. تبار این مکان به امیرخیز تبریز، به میدان بهارستان، به اشرف و لیبرتی و خدا اوور میرسه. شناسنامه و هویت این مکان یک شناسنامه بسیار فاخر و محتشمیه. با سلام به شما خواهر مریم، رئیس جمهور برگزیده محمد، و با سلام به همه حضار در اینجا. فراموش نمی کنم عارفان جنگجو و یا جنگجوگان عارف در شهر اشرف که بالواقع فخر ملت ما هستن، و فراموش نخواهیم کرد گردانهای آتش و شورشو در ایران با ادای احترام به همه اونها. خواهر مریم، از فخر شروع کردم. بالواقع که مقاومت ما مملو از فخر است. مجاهدین تابلوهای ایمانی بسیار شگرف و قدرتمندی رو خلق کردند. بالواقع از تنگه های معرفتی بسیار بسیار مهیبی عبور کردند. از گردنه های بالواقع عبور ناکرده ای عبور کردند و یه صخره نوردی بسیار بسیار هولناکی رو در واقع رقم زدن. بالواقع اینها فخر آفرینه و میشه گفت که فخر را تعریفی دیگر آمد. به باور من خواهر مریم، برای توزیع مقاومت ما سیاست عرصه فراخی نیست. باید به عرصه های دیگر، به فلسفه هستی شناسی رجوع کرد تا بتونیم در واقع مقاومت رو درک کنیم. به باور من در جامعه ما یک جنبش کرامت در جریانه. در واقع جنبش کرامت، کرامت مفهوم این که در واقع کرامت بنیاد حقوق بشر، کرامت اساس جمهوری عرفیه، کرامت بنمایه صلح، کرامت در واقع روح ارزش‌های دموکراتیکه، کرامت تضمین کننده مسئولیت جسمی و روانی شهروندانه. و ملایان کرامت ما رو له و لورده کردن. ملایان با بالواقع نگاه فقهی خودشون به جهان زنو یک سرشت پست میدونن و بالواقع جامعه ما رو در یک مرداب مملو از نکبت فرو بردن. به این خاطر عرض میکنم جنبش ما جنبش کرامت هستش، و در این وضعیت هست که نقش شما به عنوان یک عنصر انتگراسیون در جامعه ما بسیار بسیار برجسته است. انتگراسیون در جامعه ما یک اصل پایدار و اساسی هستش. جامعه ما رو ملایان اتمیزه کردن، با نگاه تبعیض آمیزشون به جهان جامعه ما رو شقه کردن، و دوباره جامعه ما تشنه به هم پیوستنه. و شما این نقش انتگراسیون دارید، نقش پیوند دارید. باید یک وضعیتی وجود بیاد که تمامی شهروندان ایران در زیر درخت تنومند مقاومت احساس امنیت بکنند و به زیر این درخت تنومند پناه بیاورند و بتونیم ما دوباره جامعه شقه شده خودمون رو دوباره به یک مجموعه ارگانیک جدید برسونیم، و این نقش تاریخی شماست. اجازه میخوام به این اشاره بکنم که در واقع سوالی که ارزش طرح داره در جامعه ما در حال حاضر، چرا جنبش تا نقطه‌ای پیش میره و متوقف میشه؟ دلیل این که جنبش به مداری ارتقا پیدا نکرد که بتونه ملایان رو جارو بکنه چیه؟ گرچه شرایط عینی و ذهنی انقلاب فراهمه، ما دارای یک آلترناتیو بسیار تنومند، قدرتمند و مقتدر جهانی هستیم. به باور من انسداد جنبش دو بنه است، دو پایه داره. پایه اولیش در واقع بند فاسد اصلاح طلبی و حامیون بیرون مللیشون. بن دوم فاشیسم در واقع باستانگرای ایرانی حول نوه میرپنج. اینا تلاش دارن در واقع خصلت اجتماعی و خصلت طبقاتی جنبشو منکر بشن. چون جنبش ما یک خصلت طبقاتی داره، یک خصلت ضد استثمارگری داره، یک خصلتی داره که میخواد در واقع تمامی تبعیض و استثمار رو از بن برکنه. اینها با شعبده بازی زبانی تلاش میکنن
در واقع باز هم همون نظام امتیازورزی قدیم رو در شاکلی جدید به کرسی بنشونن. به این خاطر در واقع ما اجازه نداریم هیچگاه فراموش بکنیم که جنبش ما یک جنبش اجتماعی، خصلت اجتماعی داره و خصلت در واقع طبقاتی و ضد استثماری. دقیقا در همین نقطه است که شما اینقدر دشمن دارید. اینو باید ما در واقع بتونیم بفهمیم. در جهان کنونی بحث بحث استثماره. به باور من در ایران نبرد بین دو اردوگاه در جریانه. یک نبرد فلسفی، یک نزاع فلسفی ما داریم. در واقع دو نوع هستی شناسی، دو نوع انتولوژی، دو نوع انسان شناسی با هم درگیرن در این جامعه. جزمیون و در واقع مرتجعین در مقابل ارزش‌های عصر روشنگری و مدرنیته قد علم کردن. و شما در واقع در این دوران خواهر مریم در واقع شاخص ارزش‌های عصر دموکراتیک، شاخص سکولاریسم، شاخص پلورالیسم و شاخص اومانیسم با یک خوانش رحمانی از متون دینی و با همراه با یک دینامیسم در واقع اسلامی هستید. این به باور من یک رنسانس در جهان تشیعه، در جهان تشیعی که در واقع زیر ضربات سهمگین فرهنگ نرینگی و مردسالارانی در واقع کمرخم کرده. همونجور که عرض کردم با این رنسانس ما میتونیم انتگراسیون رو دام در واقع رقم بزنیم که بتونن دوباره ایرانی ها با نفی شاه و شیخ در زیر چتر مقاومت دوباره در واقع پناه بیارن و اینجا ما بتونیم آینده رو بسازیم. من اینجا برای تعریف و تمجید نیامدم، بلکه سعی میکنم تا حد توانم مقاومتمون رو تبیین بکنم. چون همونجور که عرض کردم ما درگیر یک نزاع فلسفی هستیم. در واقع یک بحث فقط انقلاب نیست، بحث تغییر ساختار سیاسی در جامعه ما نیست. این نبرد از دوران مشروطیت، اگه نخواهیم اعماق تاریخ اسلام بریم، از زمان مشروطیت تا کنون ادامه داشته. باید این وضعیت رو درک کرد و این درک من بود از اکنونیت ما. خیلی ممنون.